راستی سوگند که مقایسه که می کنم با تمام سرداران این تاریخ و با تمام رهبران این تاریخ، من بیچاره ترین و کمچاره ترین این گروه هستم. هیچ کس به اندازه من در به در راستی نبوده، هرگز هیچ کس. من یک بار این مطلب رو گفتم، اگر زندگی من رو بخواهید از بن بررسی کنید، بخشی از زندگی من مانند زندگی سلام داگ میلیونر هست. این تفاوت که اون در نهایت میلیونر میشه، ولی هوشنگ امروز 8 گرو 9 در واقع نشسته در مقابل ملت ایران و میخواد که از این کیان دفاع کنه و میخواد که این ملت رو با خودش آشتی بده. در ارتباط دانش سخن می گفتم که دانش چیه هموطنان گرامی؟ چگونه مقوله ای هست؟ دانش این نیست که یک نفر بره در دانشگاه مثلا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای هواشناسی بگیر یا برای دکترای مثلا پزشکی بگیر. نه، این دانش مجرد هست هموطنان، دانشی که بنیانش بر فلسفه و تعریف جهان نباشه، بخشی مجرد هست که بر بیچارگی است. همه دانش ما به بیچارگی است. دانشی که راستی نمیتونه توضیح بده وضعیت مردم جهان، دانشی که در خدمت بهبود وضع مردم جهان نیست. دانشی ارزشمند هست که به بیچارگی نباشه هموطنان گرامی، بتونه توضیح بده، بتونه بنیانی بذاره که جایگاه مردم جهان رو، جایگاه مبارزه رو، جایگاه ارزش‌های والا رو تغییر بده. سخن هرچه بایست توحید نیست، به ناگفتن و گفتن او یکیست. هر چیز که نتونه توضیح بده یا نخواد توضیح بده یا در مقابل این مقوله که جهان هستی همانند یک سلول واحد هست، جلوی این سخن رو و این مقوله رو بگیره، هم مثلا گرامی ضد دانش هست. اگر هم نباشه بیراهی، دانشی هست به بیچارگی. سخنی که جفت توحید هست، سخن فردوسی هست هموطنان، سخنی که مشخص میکنه که انسان در این جهان هستی میتونه جایگاهش رو تغییر بده، میتونه برای ارزش‌های خودش مبارزه کنه. و دانش همانند خرج دوم و پوزش خرج اول در گلوله توپ هست. کسانی که به صنایع نظامی وارد هستید،
خب میدونید که توپ، گلوله توپ دارای دو تا خرج هست. خرج نخست گلوله رو از دهانه توپ میبره بیرون به دور دست، و خرج دوم هست که انفجار و تخریب ایجاد میکنه. قابل مقایسه هست دانش و خرد. خرد خرج دوم هست و دانش خرج نخست، که انسان رو، بینش انسان رو و جهان هستی انسان رو وسعت میده. در این رهگذر زندگی ملت ایران و خرد و دانش ملت ایران در ارتباط گلوله توپ میتونیم مقایسه کنیم با یک مین. مینی که پا میذاری روش منفجر میشه، در همون نقطه تخریب میکنه و در همون نقطه از بین میره، و هیچ جای دنیا دیگر خبری کسی از این کس، از این مین به دست نخواهد آورد. سخن بر سر تخریب نیست، سخن در مقام مقایسه هست که چگونه عمل میکنه دانش و چگونه عمل میکنه خرد، و وظیفه دانش چی هست و وظیفه خرد چه، و به قول معروف نهایتا توان و بازده هر دو چی هست. از دیوان ملت ایران همانند مین عمل کرده و فکر کرده همونجا خودش رو، جامعهش رو، فرهنگش رو، خردش رو، ادبش رو، و پذیرفته حاکمیت و سروری بی خردان، آرتگران، کشتارگران رو. و حتی در خارج از میهن هم که 7 میلیون از یک ملت، از این ملت زندگی میکنه، به خوردش میدن منتظری رو به عنوان spiritual father of Iran. راستی که باید گریه کرد، به بیچارگان بر به باید گریست. پرسن هستم از اینکه بخشی از توطئه بین المللی در ایران با شکست در حال حاضر روبرو هست، و کسی که محاسبه می کردن روش خوب به میدان اهریمن پیوست. پرسند هستم و بیش از این وقت ملت ایران رو در این ارتباط نمی گیرم. هموطنان گرامی، تنها یک پرسش دارم از آقای رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی در به قول معروف نهایت ادب، یک پرسش دارم از شما. شما که ادعا کردید که شیعه اثناعشری هستید، مرجع تقلید شما کیه؟ ملت ایران، هموطنان گرامی، سلطنت تلفایی که من مدتها در موقع سعی می کنم که پشتیبانی شما رو بگیرم و از کیان این سرزمین دفاع کنم، و شما در مقابل من ایستادید، در مقابل شاه ایران، در مقابل رضا شاه ایستادید و نام سلطنت طلب رو روی خودتون گذاشتید، من که می خوام از این کیان دفاع کنم، من رو تنها گذاشتید و دنبال شازده در واقع شیعه اثناعشری به راه افتادید.